بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند یکتا و بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردان خوب سنف نهم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتانا به خوبی خوانده باشید و یاد گرفته باشید خب ما و شما به هفته همین جلسه از مضمون بیولوژی رسیدیم انشالله امروز بعد از ارزیابی و اشاره به نکات مهم درس گذشته در رابطه با صدمات سیستم اسکلتی با یکدیگر صحبت میکنیم در ابتدا به مهمترین نکات درس گذشته اشاره میکنیم خب شاگردای خوب و نازنین در جلسه گذشته ما در رابطه با انواع استخوان‌ها، قزروف و انواع مفصل‌ها با یکدیگر صحبت کردیم. مهمترین نکاتی که مربوط به درس گذشته میشه، یکی در رابطه با انواع استخوان هست. خب اگه به یاد داشته باشید، ما به شما در جلسه گذشته گفتم ما چند نوع استخوان داریم؟ آفرین به شاگردایی که درس به خوبی به یاد میارن. سه نوع استخوان داریم. یک استخوان دراز استخوان کوتاه و استخوان پهن این سه انواع استخوان ها بود که برای هر کدام یک مثالی هم برای شما زدیم استخوان های دراز مانند چی بله درست است مانند استخوان های دست و استخوان های پا استخوان های کوتاه مانند استخوان های بند انگشتان دست و انگشتان پا و استخوان های پهن مانند استخانه های جمجمه، استخانه های سورت و استخانه های لگن خاصره است. خب شاگردای خوب در رابطه با قذروف چه کسی به یاد داره که قذروف متعلق به کدام انساج بدن است؟ آفرین به شاگردایی که گفتن قذروف نوعی نسج ارتباطی است. همینطور که از نامش معلوم است وقتی که متعلق به نسج ارتباطی باشه پس باید بین دو بخش در بدن ما و شما ارتباط برقرار کنه خب قضروف ها معمولا در کجاها قرار داره و خود قذروف فرقش با استخوان چیه؟ این دو مورد سوالی هست که در رابطه با قذروف در اکثر امتحان از شما سوال میشه خب فرق بین قذروف و استخوان دهی بود که قضروف ها از نظر محکمی و استقامتشان نسبت به استخوانها نرمتر و پذیر تر بود نرمتر و انعطاف پذیر بود در کجاها ما قذروف داشتیم در لاله گوش در نوک بینی و در فاصله بین دو سر استخوان در نواحی ها بود شما اگر لاله گوش تکان بدین نوک بینی تان تکان بدین میبینین که قذروف ها این اطاف پذیری اونو نسبت به ها بیشتر و راحت تر تکان میخورن خب نکات مهم دیگه ای که در جلسه گذشته ما و شما خاندیم و به عنوان سوال در امتحان ها ممکنه تکرار شوه انواع مفاصل بود خب بازم فکر کنیم که ما در بدن خود چند نوع مفصل داریم جمع مفصل میشه مفاصل یا به عبارتی ممکن در امتحان از شما سوال شود مفصل چیست و انواع آن را نام ببرید گفتیم مفصل یک ناحیه ای هست که دو سر استخوان به یکدیگر میرسه این دو سر استخان که به هم برسه به همین دلیل ما سه حالت داریم مفاصل ما و شما یا مفصل های ثابت هستند یا مفصل های نیمه متحرک بودند و سومی چی بود؟ آفرین یا مفصل های متحرک که به اونها مفصل های آزاد هم گفته میشد. خب حالا شما شاگردای خوب کی می تانه یک نوع مفصل ثابت برای ما و شما مثال بزنه؟ آفرین به او شاگردی که گفت استخوان‌های جمجمه اگه به خاطر داشته باشید و یادتان باشد جلسه گذشته گفتیم که خود جمجمه ما و شما از شش تکه استخوان درست شده که این شش تکه در دوران نوزادی و دوران شیرخارگی از یکدیگر لبه فاصله داشت مخصوصا در دا دو منطقه یک منطقه لوزی شکل در بالای سر و یک منطقه سگوش یا مسلسی شکل در پس سر بود که این دو منطقه محل رسیدن دو لبه استخوان ها بود که کامل به یک دیگر نمی رسیدن زمانی که کودک رشد میکنه و رشد مغزی او کامل میشه دو سر استخوان به یکدیگر جوش میخوره و مفصل های ثابته به وجود میاره یعنی اینا ثابت میشه و دیگر نسبت به یکدیگر حرکت و جابجایی ندارند خب مفصل های نیمه متحرک به مفصله هایی بود که حرکت اونا محدود بود مانند قبرقه ها که باز برای شما گفتم آیا اشاره دارم به عمل سی پی یا گفتیم که زمانی که قبرقه ها را حرکت میدن به سمت پایین دو دست بر روی یکدیگر قرار میگیره و قبرقه ها را به سمت پایین فشار وارد میکنه تا یک شوکی به قلب داده بشه ای قبرقه ها حرکت محدود داره خیلی بیش از حد یا زیاد هم نمیتونه حرکت کنه به دلیل این هست که خود قبرقه ها در محل اتصال خودشان به مهره های کمر ازروفی هستند به همین دلیل مقدار حرکت اونا محدودتر هست خب مفصل های متحرک و آزاد مفصل هایی بوده که ما به آسانی اونا را حرکت میدیم مثل استخانه های دست و پا همین مفصله های متحرک بر اساس نوع شکل و حرکتشان باز به دو گروپ تقسیم می شد او دو گروپ چی بود؟ یکی مفاصل توپ و کاسه که در بعضی از کتاب ها به نام مفاصل گوی و کاسه یاد می شود. خب کجاهای بدن ما از این مفاصل داریم؟ ده، دا بازو و ران این مفاصل توری هست که او قسمت استخوانی که ثابت هست مانند یک کاسه هست فرو رفته است و او استخوانی که حرکت میکنه 360 درجه میچرخه سرش مانند یک توپی گرد است که به داخل از این کاسه براحتی میچرخه به همین خاطر است که به این مفاصل مفاصل توپ و کاسه گفته میشد مفاصل دیگه مفاصل چپ و راست بود ما در بالا سد و درجه چرخش داریم شما دستتان میتونید در فضا سیصد شست درجه بچرخانید به پا هم به همین صورت اما این مفاصل آزاد هستن حرکت دارن اما حرکت اونها محدوده مانند آرنج دست ما و شما فقط میتونیم آرنج دست خوده بسته و باز کنیم دیگه بازتر نمیشه به خاطر از همی هست که به این مفاصل در بعضی از کتابای علمی مفاصل لاولایی هم گفته میشه مانند دروازه ها که هر دروازه یا هر کلکین یا پنجره تا یک دامنه محدودی باز و بسته میشه خب این مهمترین نکات درس گذشته بود خب امیدوار هستم که اینا را به خوبی یاد گرفتید و به سوالاتی که اشاره کردیم جوابش ها پیش ها پیش در ذهن خودتان می دانستید. خوب شاگردای خوب امروز ما و شما بعد از آشنایی کامل با استخوانها میریم تا چند نمونه صدمات اسکلتی را بخوانیم هر فصلی یا هر سیستمی را که خواندیم در آخر از او ما صدمات و امراض و بیماری هم میخوانیم امروز با چهار تا از رایجترین و فراوانترین امراض سیستم اسکلتی میخوانیم ما با اونا آشنا میشیم خب شاگردای خوب این چهار امرازی که جز مهمترین و رایج‌ترین امراض سیستم اسکلتی است شامل در رفتگی در رفتگی مفاصل شکستگی و یا کسر استخوان اسپرین ربات ها باز برای شما میدیم که اینا چی است و چهارمین مورد پوکی و نرمی استخوان ها است خب حالا ما و شما یک یک میریم و این امراض با یکدیگر تشریح می کنیم و تصاویر و عکسهایی که در رابطه با این امراض هسته می بینیم خب شاگردای خوب دقت کنید اولین مورد در رفتگی مفاصل است ببینید در رفتگی مفاصل ممکنه به علت های مختلفی رخ بده و شما یا اطفال یا افراد مسن و کهنسال فرقی ندارم اگر یک حرکت ناگهانی و نابجا انجام بشه پس خوب دقت کنید یک حرکت ناگهانی و نابجا انجام بشه مم... و یا بر اساس بر, بر اساس کش آمدن یعنی یک نیروی زیاد به استخوان ها وارد شود این استخوان در ناحیه مفصل از یک دیگر دو سرش جابجا جا, جا میشن همینطور که در تصویر میبینید ای در قسمت قوزک یا موچ پا یک در رفتگی اتفاق افتاده و این قسمت را ما و شما متورم میبینیم یعنی این قسمت دچار تورم و التهاب شده خب در این شکل برای شما واضحتر نشان دادیم که دا در رفتگی مفاصل همینطور که در تصویر میبینید سر استخوان از قسمت مفصل خودش خارج شده و جابجا جا میشه خب این در بین اطفال ممکن است زیاد رخ بده و زیاد اتفاق بیفته معمولا کسانی که دچار در رفتگی مفاصل میشن درد بسیار شدیدی را در ناحیه مفصل احساس میکنن به طوری که حرکت دادن او مفصل بسیار سخت میشه با گذشته ساعاتی شروع, می... شروع میشه به باد کردن یا متورم شدن طوری که بعد از چند ساعت میبینین اون مفصلی که دچار در رفتگی شده کاملا متورم شده و دردناک هم هست که درد او هم شدید و شدیدتر میشه در این مواقع ای طفل ما و شما قدرت حرکت دادن او مفصل را دیگه نداره به علت درد شدیدی که داره خب باز هم برای درمان و تداوی این امراض ما و شما باید به ارتوپد یا به دکتر صاحبه های محترم مراجعه بکنیم و این دکتر صاحبها بر اساس تجربه و تخصصی که داره و معایناتی را که خودشان صلاح میدانه برای درمان این افراد اجرا میکنه خب ای از در رفتگی مفاصل نوع دیگری از بیماری ها و صدمات اسکلتی ما داریم به نام اسپرین ربات اسپرین ربات یعنی چی اصلا ربات چی بود در جلسه گذشته ما و شما گفتیم که ربات ها یا لیگامان‌ها ها که مربوط به انساج ارتباطی بودن در نواحی مفاصل وجود داره و دو سر استخوان به یکدیگر وصل میکنه هر وقت بر اساس صدمات و آسیبه هایی که وارد شود یا مثلا یک رباتی بیش از حد کشیده شود پیچ بخوره و کشیدگی بیش از حد را تحمل بکنه او ربات ممکنه پاره شوه بعضی ها ممکنه کامل پاره شوه و بعضی از ربات ها ممکنه کامل نباشه ناقص باشه چون ربات ها هم ساختمان رشته‌مانند داره. خب چیزی که ما در ظاهر میبینیم از روی پوست میبینیم در موارد شدیدی که ربات کاملا پاره شده خون مردگی و سیاهی هایی را در ناحیه مفصل در زیر پوست میبینیم که در موارد حاد و شدید است دیگه حرکت دادن باز هم مانند در رفتگی در این ناحیه بسیار شدیده اما تورم و او متورم شدن و ورم کردنش کمتر از در رفتگی در ناحیه مفاصل هست خب یکی از رایجترین پارگی ربات ها در مفصل زانو اتفاق میافته که به نام ربات صلیبی معروفه خب ما در ناحیه زانو به زیر استخوان کشکک زانو دو تا ربات داریم که به صورت زبدری یا صلیبی دو سر استخوان به یکدیگر ارتباط میده که شما میبینین به رنگ قرمز یعنی ای التهاب و پارگی را در اینجا نشان میده خب که دیگه ای در واقع تداوی ای روبات ها احتیاج به تداوی تخصصی و ویژه ای را داره حتی زمانی بر... لازم میشه که برای پی بردن به ای ربات کامل پاره شده یا بعضی از رشته های او پاره شده احتیاج به اسکن زانو یا امارای هم میشه که بعد از اون حتی زمانی هم میرسه که نیاز به پیوند ربات میشه یا طی عملیات های جراحی این ربات ها دوباره ترمیم میشه خب همه ای از اینا بیشتر در کسانی اتفاق میفته که تحرک زیاد داره و مثلا در کودکان یا اطفالی که تازه به ورزش روی میاره به همین دلیل است که حرکات ناگهانی شدید و هیجانی را انجام میده با یک دیگر شوخی میکنن و خدای نخواسته سبب ای مشکلات و صدمات میشن خب ما نوع دیگه ای از امراض اسکلتی را داریم که به نام پوکی و یا نرمی استخوان است که در تصویر شما ای را به وضوح میبینین که یک تفلی هست که از ناحیه استخوان پا یعنی زانوها ای در واقع دچار آسیب شده خب اما پوکی و نرمی استخوان چگونه اتفاق میفته شاگردان خوب دقت کنید در جلسات گذشته ما زمانی که انساج استخانی را برای شما تشریح کردیم گفتیم ما دو نوع انساج داریم یکی انساج متراکم و یکی انساج اسفنجی هر چقدر استخوانی سالم تر باشه تراکم انساج یا مقدار یا درصد انساج متراکم در استخوان بیشتره و هر چقدر مقدار اسفنجی ها بیشتر باشه او استخوان نرم تره اما چه عاملی سبب میشه که این انساج متراکم کاهش پیدا کنه و به انساج اسفنجی بیشتر تبدیل شوه که سبب نرمی و پوکی استخوان شوه دلایل مختلفی داره یکی از دلایلش کمبود کلسیم و فاسفورس هست خب کلسیم و فاسفورس مانند یک ماده مانند یک چسبی هست که در انساج متراکم حجرات یا استوبلاست رو به خوبی در کنار یکدیگر قرار میده و سبب تراکم بیشتر استخوان میشه همین تراکم سبب استحکام در استخوان میشه خب کمبود کلسیم و فسفرس به دلیل ده عدم رژیم قضایی مناسب است زمانی که ما کمبود مواد غذایی داشته باشیم یا رژیم قضایی نامناسبی داشته باشیم حتما ما دچار کمبود کلسیم و فسفورس هم میشیم و این خودش سبب کاهش تراکم بافت متراکم و افزایش بافت اسفنجی میشه و استخوان متخلخل سوراخدار و نرم میشه و گاهی وقتا حتی هم تو در تصویر اسلاید برای شما نشان دادیم استخوان تغییر شکل میده خب دلیل دیگه کمبود ویتامین هست کمبود ویتامین خب کدام ویتامین ویتامین دی حتما در جلسات گذشته به این نکته ما برای شما اشاره کردم که ما در وجود در ساختار بدن انسان دونو ویتامین داریم ویتامین های محلول در آب و ویتامین های محلول در چربی خب حالا شاگردای خوب به یاد دارید که کدام ویتامین ها مصرف زیادش برای ما و شما ضرر داشت و کدام گروه برای ما و شما مصرف زیادش ضرر نداره خب اگه به یاد داشته باشید ویتامین آ ویتامین کا ویتامین دی و ویتامین ای ای چهار گروه محلول در چربیه یعنی اینا پایه یا جنس اینا از چربی هست خب اینها اگر مصرفش خیلی زیاد باشه برای ما و شما خطرناکه کمبود اینا هم برای ما و شما مشکلات زیادی را به وجود میاره که به دو نوعش امثال اشاره داره در سنف نو و دو نوع دیگر ایشالله در سنف دوازده میخوانید کمبود ویتامین آ در اختلال یا دیدن نقش داره کسانی که دچار کمبود ویتامین آ باشه هم دچار ضعف دیداری میشه و هم خدای ناخواسته آهسته آهسته به سمت شبکوری پیش میره که در شب تصاویر رنگی را هم برای سیاه و سفید میبینن یعنی رنگ ها را تشخیص نمیدن در روز مشکلی ندارن اما در شب مشکل داره که اینا باز زمانی که به دکترها مراجعه داشته باشن به با اینها مکمله های غذایی میدن رژیم غذایی اینا اصلاح میشن که به اینا توصیه میشه از هویج یا زردک و جگر بیشتر استفاده کنه که منبع ذخیره سرشار از ویتامین آ هست و در کنار اونا داروها و رژیم دارویی که دکتر هم تجویز میکنه باید حتما رعایت شود کم بوده ویتامین دی برای ما و شما اهمیت بسیار زیادی داره چرا که برای جذب و رسوب کلسیم و فسفورس در استخوان ما نیاز به ویتامین دی داریم که اگر ویتامین دی در بدن کم باشه این دو مینرال ما رسوب نمیکنه و سبب پوکی و نرمی استخوان میشه خب باز وارد جزئیات نمیشیم چون بگمانم در جلسات گذشته برای شما اشاره کردیم که کمبود ویتامین دی هم رژیم دارویی داره و هم استفاده از نور آفتاب هست که کمک میکنه که ویتامین دی بدن ما و شما ساخته شود خب علت دیگه ای که ممکنه افراد مبتلا به پوکی یا نرمی استخوان شوه ورزش هست ورزش یا حرکات منظم ورزشی سبب میشه آهسته آهسته تراکم و نشی استخوان ها محکم شود و استحکامش روز به روز بیشتر شود. خب معمولا در سنین نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای ورزش و انجام حرکات منظم هست که در کمک رژیم غذایی مناسب که سرشار از کلسیم و است باشه بافت استخوان این افراد مستحکمتر میشم نوجوانان و جوانانی که کمتر به تحرک و ورزش روی میارن دارای استخانه های نرم و به عبارتی نرمتر هستند که با آسیب ممکنه این افراد بیشتر از بقیه دچار شکستگی شوند. شاگردهای خوب دو استخوانی ره که دوچار پوکی و نرمی استخوان شده از ناحیه مفصل در یک شکل برای شما نشان دادیم استخوان سالم و استخوانی که دوچار پوکی است شما این خوب میبینین حتی به ظاهر ای استخوان ها هم استخانی که دوچار پوکی هست متخلخل یعنی سوراخ سوراخ میشه و نسبت به استخوان سالم نرمتر میشه که اینا برای تغییر شکل آماده میشه مثلا در این تصویر کودکی هست که دچار کمبود کلسیم و ویتامین دی هست و استخوان ها انحراف پیدا میکنه خب این آهسته آهسته به سمت یک نوع بیماری به نام راشیتیسم پیش میره راشیتیسم اگر در دوران کودکی تشخیص داده شود با عمل جراحی قابل اصلاح است اما اگر سن ای کودکان و اطفال بگذره و دیگه دو سر استخانش ازروفی تبدیل به بافت متراکم شود این دیگه قابل تغییر شکل نیست پس بنابراین والدین محترم توجه داشته باشند که هر از چندگاهی دیدن و دقت در نحوه قرارگیری کودکان بسیار مهم است اگر زمانی که کودک شما میسته ود و دو زانو از یک دیگر در حال فاصله پیدا کردن هست یا به عبارتی پاها قوسی و پرانتزی شکل داره میشه حتما حتما در همون مراحل اولیه ای کودکانه به دکتر صاحبا حتما مراجعه کنین که خدای ناخواسته از ابتلا به بیماری های بسیار خطرناکتر و جبران ناپذیرتر جلوگیری شود خب یک بیماری دیگه یا یک ناراحتی دیگه در رابطه با صدمات اسکلتی برای ما و شما باقی مانده اما قبل از اینکه آخرین مورد که شکستگی استخوان است بگیم در این شکل باز هم ما و شما دقت میکنیم یکی از فراوانترین علت کوتاه شدن پای اطفال در رفتگی مادرزادی لگنه ای به چه معنایه؟ بسیاری از اطفال در لحظه ولادت استخوان لگن در ناحیه مفصل دچار در رفتگی میشه و این به خاطر ازی است که این نوزادی که تازه متولد شده هنوز دردی را به درستی احساس نمیکنه و پاسخی را نمیده یعنی خوب گریه ای کودک مشخص نیست بسیاری از والدین این مورد متوجه نمیشن و نادیده میگیرن و خدای نخواسته اگر از زمان ای در رفتگی بگذره و در زمان مناسب خودش یعنی در همون چند شبانه روز اول تداوی نشه ای کودکان هر پایی که دوچار در رفتگی شوه نسبت به پای طرف مقابلش از نظر اندازه کوتاهتر میشه و علامت ای چی هست مادر زمانی که ای طفل جا, به جا میکنه ای طفل گریه های شدیدی داره مخصوصا زمانی که پای ای طفل لمس میشه در رفتگی مادرزادی لگن شایع ترین در رفتگی در مابین کودکان اطفال کس که از دوره نوزادی و حتی در بد به ولادت کودکان ما و شما خدایی نخواسته به آن دوچار میشه خب آخرین مشکل از صدمات اسکلتی شکستگی استخوان است شکستگی استخوان ممکن است بارها برای شما اتفاق افتاده باشد یا در افراد اطراف در منزل دیده باشید خب این دیگه قابل تشخیص از ظاهر نیست و نیاز به مراجعه به دکتر سایبا و گرفتن عکس های برقی یا اکس ری هست اما روند بهبود شکستگی استخوان ها به چه صورت هست ببینید زمانی که یک استخوان به دلیل وارد آمدن صدمات و ضربه های ناگهانی و شدید دچار کسر یا شکستگی میشه یک لخته خون بزرگ در ناحیه شکستگی با وجود می که بسیار حرکت دادن دولبه استخوان شکسته دردناک است خب اولین کاری که ما و شما برای این افراد انجام بدیم این است که باید او محل شکستگی را بدون حرکت نگه داریم تا رساندن کسی که دچار شکستگی شده به شفاخانه ها یا به عبارت آتل بندی کنیم در این آتل بندی ما و شما از چوب و یا کارتن هم توانیم استفاده کنیم به زیر دست یا پایی که دچار شکستگی شده قرار بدیم و او چوب یا او کارتن با یک پارچه بسته کنیم حالا اگه دست باشه که به گردن و اگر پا باشه او را حرکت نمیدیم و به دکتر مراجعه میکنیم دکتر سایبا گج میگیرن و عکس میگیرن اکس رای که دو لبه استخوان دیده شوه که یا استخوان کامل شکسته و یا فقط درز یا ترک یا شکستگی برداشته خب به مرور زمان این دیگه تداویش با گذشت زمان هست به مرور زمان اون لخته خونی که در ناحیه شکستگی به وجود آمده کاهش پیدا میکنه و او حجرات استخوان ها شروع میکنه به ساختن استئوبلاست های جدید استئوبلاست چی بود آفرین استئوبلاست ها همون حجرات استخوان هست که به نام علمی استئوبلاست یاد میشه خب در افراد مختلف زمان مختلف نیاز هست هرچی سن بالاتر میره کهن سالتر و میان سالتر میشیم ای بهبود استخوان ها زمان بیشتری مورد نیازه و هر چقدر سن کمتر باشه سریتر ای استخوان خوب میشه یا به عبارتی جوش میخوره و زمانی هست که کامل دیگه خوب میشه گچ یا آتلبندی بندی که صورت گرفته باز میشه و بعد از او ممکنه که بعضی از افراد همو دست یا پای خود برای یک مدت زمانی به خوبی حرکت داده نتونه که اینها کاملا موارد فرایندهای طبیعی هست با ماساژ دادن با قرار دادن دست یا پا در از محل شکستگی در داخل یک لگن یا تشت آب گرم و ماساژ دادن در آب گرم کمک میکنیم که جریان خون به همون سمت بیشتر هدایت شوه و حتی در موارد شدید چندین جلسه فیزیوتراپی هم به این افراد توصیه میشه که انشالله ای استخوان از نظر حرکت به حالت روزهای اول برگرده خب شاگردای خوبم امیدوارم که درس امروز به خوبی گوش کرده باشید و نکات مهم و چیزهای بسیار زیادی را یاد گرفته باشید پس لطفا از این به بعد با یکدیگر شوخی های نابجا نکنیم که خدای نخواسته برای یکدیگر دچار آسیب و مشکلات و ایجاد دردسرهایی هم نشیم خب شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم انشالله که همه شما درستان به خوبی و خوشی بخوانید خدا یار و نگهدار شما